سخنرانی سالانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مطابق با سنوات پیشین در آستانه ماه محرم حسینی در جمع مبلغان دینی دوشنبه 28 ذی‌الحجه سال 1444 انجام شد. آیت الله العظمی شیرازی در بیانات خود با اشاره به این که امام حسین علیه السلام در تکوین و تشریع نخستین فرد در تاریخ خلقت هستند تاکید کردند، اگر آثار مثبت و منفی در دستگاه حضرت امام حسین گردآوری شود، مجموعه بزرگی به دست خواهد آمد. ایشان با تاکید بر این که هیچ پیامبری نیست مگر اینکه کربلا را زیارت کرده، با ذکر روایتی به مواسات تعدادی از انبیاء الهی با حضرت سید الشهدا اشاره کرده و فرمودند که برخی از رخدادهای عجیبی که آن پیامبران در سرزمین کربلا با آن مواجه شدند فقط اختصاص به امام حسین دارد. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به منزلت کربلا و برتری آن حتی نسبت به کعبه فرمودند، در روز عرفه خدای متعال ابتدا به زائران امام حسین عنایت می کند و سپس به زائران عرفات. ایشان همچنین فرمودند باید سعی کنیم در طول عمر خود آثار حسینی و ماندگار بر جای گذاشته و نسبت به عاشورا بی تفاوت نبوده و مراقب باشیم تا در این موارد کوتاهی از ما سر نزند و تلاش شود در تمام جهان اعتقاد به امام حسین و اهل بیت افزایش یابد. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام و از ایشان پرسیدم بی تفاوت نبودن نسبت به حضرت سید الشهدا از جمله موارد تاکید شده توسط آیت الله العظمی شیرازی در سخنرانی ایشان بود. برای پرهیز از این مسئله وظیفه عموم شیعیان چیست؟ پاسخ ایشان را با هم ببینیم و بشنویم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز، روایات و احادیث متعدد در شأن و مقام حضرت سید الشهدا علیه السلام داریم، از جمله اینکه پیامبر فرمودند حسین منی و انا من حسین، یا روایتی که الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، و روایت سفینه و دیگر احادیث شریف. می‌بینیم توجه به حضرت سید الشهدا علیه السلام عین توجه به اسلام هست در همه ابعاد، چه به عنوان یک پیرو و شیعه و دنبال کننده دستورات و فرامین الهی، و چه در مقام تبلیغ و تبیین و آشنا کردن دیگران. به عبارت دیگه همراه بودن و همدل بودن و تبلیغ کردن مرام و اهداف حضرت سید الشهدا علیه السلام عین پیروی و تبلیغ دین که سرمنشأ آن توحید هست و بعد دیگر شؤون او می باشد. لذا این جمله‌ای که و تأکیدی که آیت الله العظمی شیرازی فرمودند نباید بی تفاوت بود، وظیفه عموم شیعیان بیشتر و بیشتر روشن میشه. یعنی بی تفاوت بودن به حضرت سید الشهدا علیه السلام و نسبت به مسائل و هر آنچه که مربوط هست به آن بزرگوار، این بی تفاوتی نسبت به توحید، نسبت به دین و نسبت به تمامیت و کلیت دین و مذهب هست. لذا این مطلب بسیار مهم هست که ایشون اشاره فرمودن و تأکید بر این مطلب، تأکید بر بی تفاوت نبودن، تأکید به توجه و اهمیت بیشتر و احساس مسئولیت نسبت به مراتب عبودیت و بندگی به ساحت مقدس ربوبی است.